رهبر نو طالبان در حال برگزیده شد که پس از مرگ ملا عمر رهبر نخست این گروه در بین طالبان بر موضوع تعیین ملا اختر محمد منصور و پنهان نگه داشتن مرگ ملا عمر اختلافات شدید بروز کرده است. آیا هبت الله آخوندزاده خواهد توانست طالبان را دوباره متحد سازد؟ این موضوع و همچنان آینده روند صلح افغانستان را از مسعود کروخی عضو ولسی جرگه میشنویم که از استدیوی کابل مهمان برنامه ما هستند. خب خانم کروخی سلام بر شما، اگر صدای ما را میشنوین، در مورد هبت الله آخوندزاده تقریبا مختصرا شنیدین، آیا به او خوشبین هستین یا بدبین؟ نسبت به رهبران پیشین طالبان تندروتر خواهد بود یا سالجو؟ تا جایی که از گذشت زمان برای ما نشان میده، بعد از وفات ملا محمد عمر اختر منصور وقتی که به صحنه آمد، ما تا اندازه مردم افغانستان خوشبین بودیم که یک شخص مصلحت اندیش هست و شاید زمینه طوری مساعد بسازه که تن به صلح و مذاکره بده. متاسفانه آنطوری که انتظار میرفت، ای خیلی خشنتر حتی از مولای ملا محمد عمر جلوه کرد و کار به جایی رسید که بالاخره مذاکرات صلح چهار جانبه حتی بر علاوه که مانع ایجاد میکرد و حتی اخلال هم میکرد، کار به جایی رسید که بالاخره همکاران و مشترکان بین المللی افغانستان و خصوصا ایالات متحده آمریکا بالاخره خودشان شخصا دستور حمله برای ازی دادم و یک کسی که مزایم روند صلح و مذاکرات در افغانستان بود او را از بین ببردم. من فکر میکنم که با مرگ اختر منصور، اینکه طالبا به خیلی عجولانه تصمیم گرفتم، گرچه تعداد زیادی تا جایی که ما از رسانه ها شنیدیم از طالبا تایید نکردم، گفتم ما تا این موقتا این باشه تا زمانی که یک شورای حل و عقد. خانم کروخی مستقیما میخواستم سر از این موضوع امروز شما هم صحبت داشته باشم. البته پیش از او باید یادآور شوم که با دوستای عزیز ما که خانم کروخی از طریق تلفن با ما در تماس مستقیمند. خب برعکس روند پرجنجال و طولانی مدت تعیین ملا منصور، ای بار طالبا رهبر جدید خود را در کوتاه مدت تعیین کردند. برداشت شما از این نکته چیست؟ آیا بیانگر یک سازماندهی قوی بین طالبان است یا چیز دیگه؟ من فکر میکنم که این نماینگر از این هسته که اونا این دفعه تصمیم گرفتم که خیلی از این بیشتر پراگنده و متشدد نشم و کوشش کنم که همه رهبری طالبان و انسجام از اینا به دست بگیرن و موقتا اینا یک رهبری که از نسل دوم و نزدیکی خیلی هم به اختر منصور داشته و هم به مولای محمد عمر داشته و شیخ الحدیث هم بوده تا اندازه مورد اعتماد است، ایر به صحنه بیارم که از پراگندگی از اینا جلوگیری کنم. من امیدوار هستم که اینا شاید آموخته باشم که شرایط منطقه و جهان طوری است که غیر از تن با گفتگو و مذاکره جنگ رای حل نیست و چنانچه مرگ اختر منصور هم یک هشدار بسیار تکاندهنده بر اینا باشه که اگر دست باز به موانع و اخلال پولیسی صلح بزنم، فکر میکنم که باز خودشان بیشتر متضرر میشن. و از طرف خانم کروخی شما هم گفت معذرت میخواییم، به نظر شما طالبا اگر یک پارچه باشند، تحت یک رهبر باشند، بسیار ساده تر است که حکومت با اونا داخل مذاکرات صلح شوه و چانس صلح بیشتر است، یا این که اگر متشدد باشن و تفرقه در بینشان باشه؟ کدام یک حالت به نفع مردم افغانستان است؟ من فکر میکنم که اگه اینا یک رهبری واحد داشته باشم، منسجم و متشکل باشم، خیلی به سود صلح هسته، چون از یک آدرس مشخص خود دولت افغانستان هم میتونه و جامعه جهانی که با کنار ما هستن و خصوصا هم این مذاکرات چهار جانبه ای که پنج جلسه ازی برگزار شد، از یک آدرس واحد ما میتونیم به پروسه صلح نزدیکتر شیم تا از جناهای مختلف و متشدد. اگه یکی رو پیدا کنیم باز یکی دیگر از کجا بازی اخلال میکنه. من فکر میکنم اگر هرچند اینا یک رهبری واحد و قوی و متحد و منسجم داشته باشم، به نفع مذاکرات صلح بهتر از اینکه تا اونا متشدد و پراگنده باشه. تشکر از شما خانم کروخی، ممنون.